سنف هستین؟ سواد داره این سنف هستین همت خان؟ قربون شما. از کوچیک و بزرگ کسی که تو این سنفه حرف شما واسش حجته. خلاصه این اختلاف ما رو غیر شما کسی نمیتونه حل کنه. شما با خیال راحت برو بارات تحویل بده تا من حاج حسین آقا رو ببینم و کار تو راست و ریس کنم. سایه شما کم نشه همت خان، محبت شما رو هیچ وقت فراموش نکنم. برو جونا، برو، خیالت راحت باشه. قربون شما. همت خان، اونا تو بشین، من الان میام. احمد خان سلام. سلام علیکم احمد آقای گل، چه خبر؟ روم سیاه که خبر بعدی واسه دوردم. چطور؟ از عراق که میخواستم راه بیفتم پدر زن تو دم گاراژ دیدم. خب هر دو که احمد خان دیدی بگو اگه آب دستشه بذاره زمین رو برجرده. بنا اتفاقی واسه شون افتاده؟ ایشالله که بلا دوره. گویا عیالتون مریض حاله، بردنش مریض خونه. چه نیستی قربونت برم، واسه خودت مردی شدی. اگه بابا جون، بابا جون سلام. علی جون سلام، کجاست مامانت؟ اتاق مامانم همینه. آه. اونجاست. اینه؟ آره. مریض خوابیده، لطفا مزاحمش نشی. من شوهرش هستم، تازه از سفر اومدم. بهش مورفین تزریق کردی، فعلا داره میاد. ببینید خانم، من ناراحتشم، فقط یه دقیقه برم تو ببینمش. ممکن نیست. چرا ممکن نیست خانم؟ من میخوام ببینمش. متاسفم. چی رو متاسفی؟ اون زن منه، این حق منه که اونو ببینم. صبر کنید، خواهش میکنم. ببخشید آقای دکتر، من میخوام زنمو ببینم. من دکتر معالج خانم شما هستم. خواهش میکنم قبل از دیدن مریض به دفتر من بیاین، باهاتون کار دارم. علی جون، وایس پیش آقا بزرگ. چی میبرم علی جون؟ ناراحت نباش پسرم، ناراحت نباش. خوب بشور. جون من که عقلم قد نمیشه. وقتی تو دکتر میخواد به بابام چی بگه؟ خدا عالمه. خواهش میکنم بفرمایید. ما اینجا وسایل چندان مجهزی نداریم. بهتر هر چه زودتر خانمو ببرید تهران. باشه، میبرمش تهران دکتر. اگه لازم باشه فرنگم میبرمش. اما تو رو خدا به هم بگین چه شده؟ چیز مهمی نیست، نگران نباشین. ولی نگات یه چیز دیگه به هم میگه دکتر. نگات میگه دل نگرانی. پس چرا راستشو به هم نمیگی؟ میترسی طاقت شنفتنش نداشته باشم؟ امیدوارم که داشته باشین. تشخیص من اینه که خانم شما سرطان گرفته. شجاع باشین، شاید من درست تشخیص نداده باشم. به هر حال ببریدش تهران که خیالتون راحت باشه. ببینم خدا چی میگه. بابا جون، تو خدا منو به خودت ببر. نمیتونم علی جون، به خدا اگه میتونستم یک آن تو رو از خودم جدا نمیکردم. خیلی لبزه تنگ میشه مامان. منم همینطور، ولی چاره چیه علی جون؟ زود برمیگردم. آره زود برمیگردی؟ آره قربونت. خیلی خوب دیگه، ما سواشیم. علی جون بیا بغل من، بیا قربونت. برو بغل آقا بزرگ. مریم تو خدا پسی کن سوتر بری. چشم خدا بزرگ عزیزم، بیا ما که تا قربونت برم. الهی مواظب بابا بزرگ باشی. بیا بابا بزرگ دست علی رو بزرگ برم. بیا خدا بزرگ. خیلی خوب بست دیگه، خدا بزرگ. یه عروسک بزن بیاری. خیلی خوب.
جون تو جون علی. خاطر جمع باشه آقا همت. علی جون خدا حافظ. فدا بشم الهی. خدا حافظ. خدا حافظ بابا. خدا حافظ. چشم. حتما با ست میاری. چشم. خدا حافظ. خدا نجام تو. علی جون حالا دیگه سر کله قطار پیدا میشه قربونت برم. او بذار به مامانم به اینکه شیطونی نکردم و چشم. او بالاخره اومد دیدی نگاه کن بیا بقلم او بذار نمیدونی چقدر دلم واسه مامانم تنگ شدی به خدا الان ببینمش سر تو ما چشم سر بزار تو ما چشم زود باش بابا 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 زود با
عروسکی که خواست میگم مامانم کو، پس مامانم کجاست؟ حالا تو عروسک تو بگی. میگم مامانم کوش. دخترم چی به سرش اومد؟ منو ببخش پدر، شرمنده. ای خدا. میخوای سر و سجا را بندازم که وقتی مامانم اومد چغلی کنی بگی حرفشو گوش نکردم؟ او بازی تو بکن پسر جون، خاطر جمع باش، هر کاری که بکنی دیگه به گوش مامانت نمیرسه. قربونت برم خداوند، تو خودت ارحم الراحمین. یه فکری واسه علی بکن همت، طفل معصوم از فکر خیال بیرون نمیاد. با خودم میبرمش. کجا؟ هر جا که پیش بیاد. اینجا دیگه واسه همون شور و حال قدیمو نداره. به هر جا نگاه میکنم پدر، جار و دیوار و کوچه و بازار، اون خدا بیامرز یادم میاره. خوش به حالت. اگه دلت بخواد تو هم میتونی با ما بیایی. نمیتونم آقا همت، من عمرمو کردم پام لب گوره. دوم از اون دلم میخواد تو همون خونهی که به دنیا اومدم از دنیا برم. اما تو خوب فکری کردی، تا فک و فامیل و دوست آشنا به گوش بچت نرسوندن که چی به سر مادرش اومده ورش داره. از اینجا برو، خدا پشت و پناهتون باشه. بستر خالی من خالی تر از همیشه، گلهای سرخ گلدون پژمرده پشت شیشه، پژمرده پشت شیشه. Cheese.
داشتم از من گرفت رفتن تو گرفت رفتن تو دور از تو من اثر میکنه شب نکنه سحر میکنه گاشا ای کجا میری گلو گلو میفتی از رو رکاب پدرت در میاد ببینم از این شهر خوشت میاد یا نه هنوز که ندیدمش خیلی خوب برو پایین ببینش یواش احتیاط کن بره من دست بابا سلام علیکم داشت رسول حال احوال چطوره؟ الحمدلله بدن نیست خب نمی بینم خودشیز خدا رسد هیزر ما که شک بعد خودم میام سلام سلام جناب همت هم به چشم بند روشن و سر گل تصدق جناب علی برم من خوش آمدی قدم با چشم بنده گذشتی زنده باشه گل آقا شما ببینم آقا زده استی ولی آره غلام شماست آقای بندس بیا بغل موجم سلام کاری سلام برم الهی بابا از وجنات پیداست که این بابا شیرمرد خواهد شد قربان تو برم الهی خب گل آقا تعریف کن ببینی جای نری علی جو خدا نگهدار کاروارو در چال اوزاد که روبراز والا نه همت خان به مرگ عزیزی تو نیست چطور؟ این خلیل نامرد منو به روز سیاه نشانده ما یه هنو خلیل وسط گربه میرخصونه بله دست رو دلم نزار همت خان به مرگ تو بلایی که دو سال پیش سر شاوردیا یادش رفته همین که پات از دروازی شهر گذاشتی بیرون بس برگر سر خانه اولش یعنی چه به مرگ تو حلک آمدی خیال من راحت شد صداش آهای خلیل آی خلیل الزلیل علیل بیا بیرون چه مرگ تر بده میچشی اوخش بیا اینجا که عجلت رسیده دلم میخواد زوزه کشیدن تو این روز تماشا کنم سلام علیکم احمد خان رسیدم بخیر خوب خودت به مشمردگی زدی یادت میاد پیرارسال چه کوتکی از دست آقا همت نوشجان کردی که صدای خر میکردی آخه مرد تو کی میخوای آدم بشی آقا همت به جان تو این جانور آدم بشو نیست بیا یه خدمتی بیم بکن بس چهار تا مشت لبردی انگار میخواستی جان به اسرائیل بدی پس اینم توی سرت که رقص خر در چمن بکنی ها؟ اختیار دارین شب جمعه تشریف بیارین تا بقیه طلبتون رو دو دستی تقدیم کنیم تو بمیری دروغ میگه همت خان تو بمیری این تن بمیره حتما این کار رو میکنه به هر حال حسابش با تمام کمال پس بدی وگرنه کلامو میره تو هم شنیشی گفت اولا با تشدید ها؟ آره حالیم شیباز فهمیدم چی خیلی خوب برو گرتو گم کن بده بعد بیاد یلا برو فیلم با تو کاری ندارم یلا کپی آغولی همت خان به مرگ تو تنها من گیر بیاره ده حساب من پاک است به مرگ تو نان و پنیر و سبزی با پیاز بزن اشتها روا میکنه دیگه از آوارگی خسته شدم گل آقا علال خصوص که حالا دیگه مجبورم هر چه میرم علیرم با خودم ببرم الهی من قربان این علی تو برم بخودا یه دلم میگه بذارمش تو شبانه روزی اما میترسم بچه‌م قصه دق کنه یه دلم میگه کامیونو بفروشم پولشو بزنم به زخمی یه کاری و بالا سر بچه‌م باشم سلامتی قربان تو دل اول ویلا کن آقا اما دل دوم خوب میگه جناب علی توی همین شهر بمان سایتم دو قسمتش کن قربان یکی را بینداز روی سر بچه‌ت یکی را روی کله کچل بنده قربان تو برم باز ببینم کسب و کار آبرومندی واسه من تو این شهر پیدا میشه یا نه؟ هم کسب آبرومند برای خودت پیدا میشد هم لله خوب برای بچه جناب علی آقا آها قربانت منظورتو نمیفهمم والا بنده یه دنه گراج بدون گراج دار دارم
جناب علیم یه دونه بچه بدون لله. بنده از بچه داری سر رشته دارم، جناب علیم از گراج داری. همت مولا سدنگ از گراج بنده را بخر، این خلیل بی پدر مادرم بیندازش بیرون، خیال من راحت کن. جناب علی وایسه گراج داری تو رو بکن، منم با میسم بچه تو رو بزرگ میکنم. چطور است؟ موافقی؟ باشه فکر را میکنم بعد به جواب میدم. این فکرت نداره قربان تو برم، من راضی، تونم راضی، خدای ما هم راضی. بزن قدش تا کور بشد هرچی آدم ناراضی بزن. ده بزن دست من شاغلوس گرفت قربان تو برم الهی. بزن ده کشتی منه. خیلی خوب، مبارک است انشاءالله. آقای علی آقا خان جان، اگه دروغ نگفته باشم امروز خیلی کیف کردی ها؟ کیف که دروغ گفتی؟ یعنی میفرمایید کیف نکردی؟ نه قربان تو برم، بنده از نفس افتادم، تو هنوز کیف نکردی؟ که عجب آدمی ها، میگم نه دیگه. پس بفرمایید جناب علی چجوری کیف میگونی؟ جناب آقای گل آقا، اگه میخوای کیفم کوک بشه باید منو ببری پیش مامانم. دستگیرت شد؟ آخه من دلم واسه یه مامانم تنگ شده. باشه پسر جان، عوضش من تو رو میبرم گراج پیش بابای تو که اونه ببینی. بابا که از مامان بهتره، مگه نیست؟ آخو جا، هیچ کی به درد دل ما نمیرسه، شکره. نفهمیدم، حالا دیگه شکایت ما رو به خدا میکنی؟ آخه تو نیم وجبی پدر منو در آوردی، من از دست تو به کی شکایت بکنم ها؟ آی یوهنس، الهی که من سلام عرض کردم قربان اون هیکل تو برم در، پس فدای شکل ماه تو باشم من. دو تا کلام هر به این بچه بزن، دیل منو خونه کن، دیل منو خونه کن قربان تو برم. چه بچه نازی ماشالله. قربان تو برم، من گیزون نشترم بخورم. گم شلنده هم. من قد و بالای تو کیجر بناله. ببینم علی جان، دلت میخواد؟ دلت میخواد دوست داری یه بسنی گنده برای تو بخرم؟ بدم نمیاد، یکی رو باشه. باریکالله، همینجا بینشین، من برم یک دنه بسنی حسابی برای تو بخرم بیارم. الان میاد. عجب، یه دقیق باشته بینم جان. یه وقت نگی ما خنگ بودیم و نفهمیدیم و با جان عزیز خودم جز خریدن بسنی هدف نامعقولی ندارم قربان تو برم پدرسی. خانم جان،
خانم جان عرضی داشتم. خانم جان من اصلا زن ندارم که بچه داشته باشم. قربان تو برم، اجازه بده. حالا منظور سلام عرض کردم. سلام. میخواستم عرض بکنم که اون بچه برادر زاده منه. بچه مامان خدا رو شکر که حالت خوب شده. به خدا اینقدر دلم واسه تنگ شده بود که نگو. بایستا ببینم اصلا تو چی میگی؟ مامان جون من و بابام اومدیم اینجا موندگار شدیم. بابام میگفت تو توی تهران تو مریض خونه خوابیدی، اما حالا فهمیدم که بابام به من دروغ گفته. فهمیدم که شما با هم قهر کردی، مگه نه؟ ببین بچه جون، بهتره حالا تو بری پیش بابا، چون من خیلی کار دارم. مامان حالا دیگه وقت شوخی نیست. بیا بریم خونه دیگه، من خودم با بابام آشتیت میدم. تو رو خدا بیا مامان جون، دل منو نشکن. بچه جون عوضی گرفتی، من اصلا مامان تو نیستم، فهمیدی؟ مامان جون تو رو خدا صبر کن، یه دقیقه صبر کن، صبر کن. حرف تو بزن. الهی من روزی صد دفعه قربونه چشات برم. بیبریم خونه دیگه مامان. لا اله الا الله، مگه نفهمیدی چی گفتم بچه؟ شاید من شکل مامان جونت باشم ولی مامان جونت نیستم. مامان جون آخه مگه تو منو دوست نداری؟ مگه بچه بدی نیستم؟ بهت قول داده بودم شیطونی نکنم که از دست من عصبانی بشی. از اون روز تا حالا دیگه شیطونی نکردم. اگه باورت نمیشه بیا بریم از بابام بپرس. لازم نیست از کسی بپرسم. اگه میخوای باورم بشه که بچه خوبی هستی، بودو برو پیش بابات که دیگه داری حوصله‌مو سر میبری. همه رو مار میگزه، ما رو یه بچه فسخلی. یه مادر داشتیم اینم جوره اذیتمون میکنه. گرنش کن آلدا، چه قضه به پر پایی مرد میپیچی؟ تو بودی این یا این بار؟ جانم نمیخواست این دام آخری ده سبا روت بلند کن، اما خوره همه از خورم تا این یا همت خود بی همت خود آخ بزن، بزن توی خوزش که بره بی خوزش نامردی بی خوزش مادر عوض گلی برد دوستم ده همه رو تو سرویس کنم مگه دستم بهش نرسه سگی کی باشه؟ چه غلطه میکنی؟ خودش میدونه چی کارش میکنم. یا لفوره تو گم کن. باشه، فهم میرسی. بله خواه، دیلم خونک شد به خدا. تو حالا جفت و جوره؟ بله جوره. اگر دیرتر رسیده بودی میخواستم حسابشو برسم، اما خوب شد خود حسابش رسید. تقصیر خودت سر به سرش میذاری. بله ده. علی کجاست؟ علی؟ من آمدم اینجا از شما بپرسم علی کجاست؟ از من میپرسی؟ مای با تو نبود؟ خب میدنم اگه اینجا نیامد. نکنه بچه‌مو گم کردی. ای پس خاک بر سر من شد. شما سعی میفرمایید علی کجاست؟ بیاریم این کجا رفته؟ سلام علیکم، عافیت باشی. تو از اون وقت حالا اینجا وایساده بودی؟ نه نشسته بودم، میخواستم دنبالت بیام تو، اما یادم اومد که شب عید پارسال بهم گفت تو دیگه بزرگ شدی، باید با بابات بری همون. یادت میاد؟ کلک بی کلک، اما با تمام این حرفات داره از تو خوشم میاد. چی یادم؟
مامان اگه تو رو پیدا نمی کردم دیوونه می شدم. دیگه نباید منو تنها بذاری. خیلی خوب، حالا بگو ببینم که خونتون کجاست. خونه عمو گل آقا. از این بر بریم تو بهت نشون بدم. باشه بریم. خب گفتی مامان و بابات یعنی من و بابات با هم رفتیم تهرون واسه این معالجه، اما بعد از چند وقت بابات تنها برگشت. آره گفت مامان تهرون تو مریض خونه خوابید، اما هرچی گفتم بریم پیشش یه جوری سر منو شیر مالید. تو خیلی مهربونی علی جون. مامان خدا رو شکر که سالم برگشتی. راستی علی جون من رو نگاه کن ببین از روزی که رفتم هیچ فرق نکردم. چرا به خیالت من خرم نمیفهمم؟ موهاتو کوتاه کردی دیگه. ای شیطون. مامان جونم بغلم کن زنگ بزنم. بیا عزیزم بزن. عجب زنگی زدم. حالا منو بذار زمین تو هر جمون فرق. چرا؟ برای اینکه اینجا خونه ما نیست، خونه ما پایینیه. بودو 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 الان میام بیرون. سب کن اینجا دیگه خونه ماست. بی کلکا. نه مامان جون به جون خودت راست میگم اینجا خونه همونه. خیلی وای واسه چه زنگ میزنی تو خونه که کسی نیست. ایوا چطور کسی نیست؟ بابام که رفته گاراژ، عمو گل آقام هم رفته دنبال گرفتاری اخلاقیش. خب پس حالا چی کار میخوای بکنی؟ گلاب بگیر برم بالا از تو در رو بکنم. من گلاب بگیرم؟ بگیر. خیلی خب باش برو بینم. بپا نامردی نکنی ولم کنی. مواظب باش از اون بر یواش برو. بفرما تو مامان. با این بچه چی کار کنم آخه؟ تو چت شده ماما؟ دیگه منو دوست نداری؟ چرا میخوای منو تنها بذاری بری؟ چرا؟ آخه چرا؟ چرا میخوای منو تنها بذاری؟ چرا؟ من که پسر بدی نیستم. دلت میاد منو ول کنی بری؟ چرا؟ چی بهت بگم تفلک؟ آخه چه جوری حالیت کنم؟ خونه. تو رو خدا بسه دیگه گریه نکن طاقت ندارم. خیلی خوب باشه هر چی تو بگی میکنم برات. بریم خونه. بریم. شب که بابام بیاد تو رو ببینه کلی خوشحال میشه. عمو گل آقام هم خوشحال میشه. بیا تو بیا تو. اینقدر ناز نکن تو که منو کشتی. بیا تو مادر. بیا تو ماما. از خونه جدیدمون خوشت میای؟ آره مبارکتون باشه. چرا نمیگی مبارکمون باشه؟ ببینم بابات کی میاد خونه؟ شب شب میاد. منو عوضی بگیری؟ گفتی من حق دارم؟ ها؟ نه هیچی فراموش کن. بیا بذاریش سر جاش که بابات نفهمه بشه.
حواس من گی برید، از پا افتاد. خدای دیگه باید کجا را بگردیم؟ گرفتار شدیم از دست این بچه. گل آقا من دارم دیوونه میشم، اگه بچه امشب پیدا نشه من نابود میشم. حق با تو به خدا، حق با تو. خاک بر سر منی بیورزو بکنن گی یک الف بچه نت من اسم زفترفتش بکنم. برم توی اتاق نگاه بکنم، شاید پیدا کردیم. خدایا توکل به تو، توکل به خود. همت خان، همت مولا بچه اینجا خوابیده. همت خان بودو. ها؟ آها کجا؟ بیا علی. همت مولا صحیح و سالمه. علی، علی، بابا علی. مامای، بابا، مامای جون، مامانم کو، مامانم کجاست؟ مامانمو میخوام، من مامانمو میخوام، مامان. علی جون، بابا تو کجا رفتی؟ مامان. تو که پدر منو داره بودی. آقای علی، ممکنه بفرمایی تعلم کجا تشریف داشتین؟ تو که پدر منو داره بودی. من مامانمو میخوام. ببین علی جون، چرا حرف گوش نمیکنی؟ مامان. کجا میری علی؟ خود نیا من مامانمو میخوام. الان هلونی جون پیش من بود. به خدا راست میگم، پیش من بود. مامان خودم، مامان جون. ببین بابا جون، آروم بگیر. تو که دیگه بچه نیستی. مرد شد. بیرونش کردی بابا. نه من بیرونش نکردم. چرا تو بیرونش کردی؟ تو دعواش کردی؟ نه. نگوش تو پیش من بمونه. تو بدی. من تو را دوست ندارم. علی جو. الهی دوره تکر. علی. علی بایی تو. من مامانم رو میخوام. چه جوری آنش کنم؟ ببین چی میگم. در وا کن علی. به حقانیت حق من مامانتو دعوا نکردم. من بیرونش نکردم. خودش رفت. خدا خواست که بره. یعنی منظورم اینه که مریضه، ایشالله خوب میشه و بر میگرده. در وا کن علی جون. نه تو بیرونش کردی. بها تو که هنوز حاضر نشدی. ایوا شما این چش انتظارم نبودی؟ ایوا آخه یه چند ماهی پیداتون نبود. بودم. اینجا رفتم شهر خودمون، دیدم اونجا دلم آروم نمیگیره. طاقت دوری چشای قشنگ تو ندارم. این بود که برگشتم. دست از پا دراستر و دل از همیشه دیوونه تر. خب که چی بشه؟ که بازم مثل همیشه پول بدین بیاین پیشم اما بهم دست نزنین. سوغاتی واسط آوردم. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. خجالتم زدیم. نمیخوای وازش کنی بینی چیه؟ هر چی باشه جاش رو فرق سرمه. اما حالا که شما میفرمایین چش. قربونه تو. راضی به زحمتتون نبودم. این که چیزه؟ لباس عروسیه که؟ وای خدا. یادم یه شب میونه حرفات گفتی باز خاطر این که بچه دار نمیشدی شوهرت طلاقت داد. تو هم ناچار افتادی تو این خط. حالا اگه راست میگی از این کار بدت میاد، من با همون عیبت قبولت دارم. چادرتو سر کن، را بیافت بریم تا همین فردا صبح عقدت کن. آخه به این آسونیا نیست منصور خان. چرا؟ به خدا اگه اختیارم دست خودم بود مثل یه کنیز دنبالتون را میافتادم. اما حیف که آقا بالا سر دارم، باج خور دارم، اونم چه کسی؟ قاسم لشه. مگه اجازه میده پامو از این در بذارم بیرون؟ خون را میندازه. بلند شو جمع کنیم بساتون رو. من زود باشی میرم. یالا بسته دیگه. خفه کن صدای اون مزگون رو پرز کنشی. دوشت با من باشه قاسم لشه. ما اهل این شهر نیستیم. ایلا اسممون به گوشت خورده بود. به ما میگم منصور سلاخ. ای خوش داری بفهمی چند مرد حلاجیم؟ با تمام جیر خورات پاش بیا میدون. قرص آخه سایی رو که درد نمی کند هم واسی دست مالو ببنده. ما خیال داریم سر تو درد بیاریم. خیال داریم نوندونی سرقفلی باغچت پری چش قشنگه رو اینجا ببری بیرون عقدش کنی. چه اشکالی داره؟ ای میتونی بابا؟ یالا
علی تو باز غذا بخوری. اگه نخوری مریض میشی، لاغر میشی، دیگه نمیتونی بری بازی کنی. میدونی چیه بابا؟ تا وقتی که با مامانم آشتی نکنی و نیاریش خونه، من لبق نمیزنم. ببین علی جون، صد دفعه گفتم، بازم میگم، من نمیتونم مادرتو برگردونم خونه. یعنی هیچکی نمیتونه برگردونه. این کار خارج از قدرت ما آدم هاست. خدا این کارو کرده. تقصیر حال حقیقت رو وسط نگفتم. تو بچه نیستی که بشه گولت زد. من چه آقا دیر کرد؟ مگه قرار ساعت چند بیاد؟ الان یه وقت پیداش بشم. بله بفرم. منصور شما این؟ بله قوم. ببینم این اتومبیل که دم در مال شماست؟ با عزتون. به ما خبر دادن که با این اتومبیل قاچاق هم میشه. قاچاق؟ نه قربون، عوضی خبر دادن ما اهل این کلکا نیستیم. لطفا بیاید درشو باز کنیم. چشم. صندوق عقب. بفرم. به دقت همه جاشو بگردید. عرضتون رسونه قربون، ما اصلا تو این خطا نیستیم، در حق ما دشمنی شده، باور بفرمایید. تریاک خوبه. شما به جرم حمل مواد مخدر بازداشت. وای خاک حالم به سرم. بفرمایید. باش بابا جون، باشو یه چیزی بخور. ولم کن، واسه تو چه فرقی میکنه که بخورم یا نخورم، بمونم یا بمیرم؟ تو که منو دوست نداری. آخه چطور ممکنه دوستت نداشته باشم؟ من که غیر تو کسی رو ندارم بابا. پس اگه دوستم داری برو مامانمو بیار. نمیتونم، به خدا قسم نمیتونم. اگه میتونستم این کارو میکردم. ببین، تو پسر عاقلی هستی، هرچی بخوای وسط فراهم میکنم، اما این یکی دیگه دست من نیست. باور کن، باور کن پسرم. آخه چجوری حالیت کنم؟ من و تو دیگه هیچ وقت نمیتونیم مادرتو ببینیم. مادرتو رفته تو ابرا، رفته تو آسمونا. اون نه فقط تو رو تنها گذاشت، بلکه منم تنها گذاشت. بچه‌مون چی بگم؟ طفل معصوم داره دستم میره. کاش که عوض تو من مرده بودم. من نمیتونم جای تو رو بگیرم. بچه مادر میخواد. نمیدونم چیکار کنم. چی شده بس؟ با کی داری حرف میزنی بره؟ این کی اکسجن؟ این عکس مریمه، مادر علی. کو؟ خدای من چی میبینم؟ چیه؟ چرا تعجب کردی گل آقا؟
یعنی یه چیزی بگویم تو ناراحت نمیشی؟ حواس نمیکنی یه او تو گوشو ما بزنی؟ نه، من این مرض دارم، حرفتو بزن. والله این پدر سوخته درست شکل اونه، البته دور از جان مادر علی. روی من به دیوار این عکس شبیه پری قشنگ است که توی خانه قاسم لشکر میکنه. آف خون بگیر، ببند این دهن نجس تو. چشمان دهن منو میبندم آخو قربان، ولی اگه شکل اون زنی که شبیه مادر علیه یا مادر علی شبیه اون زنی که هست، این وسط من چه گناهی دارم؟ چه گرفتاری شد؟ نکنه همون کسیه که علی عوض مادرش گرفته؟ گمان میکنم همون. چی میگه تو؟ بارش میدی؟ حرف حسابی چیه؟ بردش میدم. چه بردم آقا؟ آخه یعنی چی؟ نکنم. بابا یک بیاد دیگه. مرتی که یه الدنگ، تو از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پری جون باز اومدی و نسازی؟ اصلا راجع به چی حرف میزنی؟ خودتو به نفهمی نزن قاسم، من تو رو خوب میشناسم. این چه کلکی بود که دست منصور دادی؟ تو کی میخوای بالاخره سر عقل بیای یا آدم بشی؟ هنکه با ما را نیایی از این بدترش هم میبینی. کور خوندی قاسم لشه، تو هنو منو نشناختی. الان باخچه رو سرت خراب میکنم تا بدونی با کی طرفی. هست بینم خیلی دور برداشتی، هنوز کسی نتو ننشاهی نفرازو چه ببار بس اونجا. ما چی کار داریم دادا؟ ما چی کار داریم؟ خب پری چش قشنگه. بفرمین کجا اومدی؟ انگاری که این پری یه موره ما هم داره. آره ما عجب آن کار دارم. خوش محال. بفرمین با چی کار دارین آقا؟ با پری چش قشنگه کار دارم. حالا اگه اون نشد کس دیگه نمیشه؟ نه، من میخوام خود پری رو ببینم. آتیش به جون پری بگیره، یه دقیقه بشین ببینم چی کار میتونم واسات بکنم. باش. عرب و عجم مرید این پری شده. آره والله. پری وایس کارت دارم. پری خانم یه دقیقه من با تو کار دارم، ممکنه مزاحمتون باشم. سلام. ولم کن مرد. دست رد به سینه تو هم زد، دلخور نشد جونی، بیا از پری خوشگل درش هم اینجا نشست. ببین خانم، من آدرس خونهشو میخوام، اگه ممکنه آدرسشو. ابراهیم من الان برمیگردم. میری دنبال پری؟ آره میرم خونهش، هوا اینجا رو داشته باشه. باشه. آها خب. اونجا از هر کی بپرسی نشونت میده. اینجا اومدی چیکار؟ ها؟ چی؟ تو باغچه حرفامون نیمه تموم موند، اومدم اینجا که حرفامو تموم کنم. ولی من حرفامو تموم کردم. مگه بهت نگفتم اگه از گشنگی بمیرم حاضر نیستم تن به اونجور کارا بدم؟ چرا گفتی؟ خب پس دیگه چه حرفی داریم که با هم بزنیم؟ یعنی میخوای بگی اون حرف آخرته؟ آره، به گفته خودت اگرم بخوای برای به سرم بیاری که سگ بروم نگاه نکنه، یا لازود باش بیار. نه پشیمون شدم. ای این همه خوشگلی نیست که از این ببرم. دست کسیفتو بکش کنار. جوش نزن خوشگله. خوابایی خوشی واسد دیده. برم کن. حسنت رد دست از سرم وردار. برم کن نامرد. آخه چی میخوای از جون من؟ برم کن نه. برم کن میگم. درجم روی دارم. بلش کن اینا. نه. به خبر اینجا. تو کی هستی؟ واسه تو چه فرقی میکنه من کی هستم؟ تو کی هستی؟ من همه کارشم، اختیارشو دارم. تو چرا خودتو قاطی میکنی؟ چی میگی؟ دروغ میگه. این فقط بلده به من زور بگه و مزاحمم بشه.
شنفتی چی گفت؟ من فکر کردم تو اینجا یه کاره ای هست یال خلقه کن بزن چهار دست منو میگیره قول بیابونی من واسه یه کار دیگه اومدم اینجا حوصله یک که به دو با تو رو ندارم اما من دارم داری که داری برو برس داری که دارم میکنه دارم داری یا نه چو ببخشید من فکر کردم شما دلتون خنک میشه واسه همین زدمش حیف شما نیست که با این گندا حرف میزنی ببینم شما یکی از اون مردا نیستین که تو باغچه میخواستین با من حرف بزنی چرا پس اینجور که معلومه از چاله در اومدم افتادم تو چاه نه ترسیم من با شما کاری ندارم فقط نمیدونم چجوری واسه تون بگم من پدر بچه ای هستم که مادر ناکومش با شما عین سیبی بود که وسط دو نصف کرده باشه صبر کنیم ببینم این همون بچه‌ای نیست که منو عوض مادرش گرفته چرا بود؟ خودشه دلم میخواد بفهمم این یارو کیه و چی کار است با من شما برید تا من زاغشو چوب بزنم و خبرشو واسه تون بیارم برو تطبیشو در بیار زود خبرم کن چش خب حالا شما از من چی میخوای؟ والا میخوام چند وقت در حق علی مادری کنین تا دست از لجبازی برداره و خودش از بین نبره خب آخرش که چی؟ من خودم سر یه فرصت مناسب حالیش میکنم که چی به سر مادرش اومده هر کاری که میخواییم بکنین همین حالا بکنین تو این گرفتاری من حوصله نم بیام نقش مادر بچه شما رو بازی کنم ببینین گرفتاریتون هرچی هست با من که حلش بکنم من میدونم که یه تقاضای بی جایی ازت دارم اما خب وضعم یه طوریه که ناچارم من تا آخر عمر زیر منت شما صد چندون تلافی میکنم مطمئن باشی سایتون کم نشه ولی نه شما از من انتظار محبت داشته باشی نه من از شما بریم واسه بچه‌تون یه فکر دیگه ای بکنیم آخ با چه زبونی حالیت بکنم خانم بچه ای من داره از دوری مادر میمیره این شباهت شما دوای دردشه حتی حاضرم به تو پول بدم هر چقدر که بخواین اصلا برای این کار مزد بگیرین پول به رخ ما نکشین آقا جون بذارین به درد خودم بسوزم اگه خدا میخواست من مادر بشم به خودم بچه میداد چون بچه دار نشدم شوهرم طلاقم داد و سر و کارم به اینجور کثافت خونه ها افتاد از اینکه شر اونا رو از سرم کم کردین ممنونم حالا دیگه برین و راحتم بذارین تو رو خدا خیلی خوب مثل اینکه ما حرف هم دیگر رو نمیفهمیم باش رحمت شکر بیا دیگه بیا بابا بیا ببین مامانمو
مامان، مامان، بابا اومده. خوش اومدی. قدم رو چه؟ چرا اینکه با هم چهاروپی حرف میزنیم؟ مگه هنوز با هم قهریم؟ نه عزیزم، قهر نیستیم. آن اگه قهرم باشین عیبی نجوره. من خودم دست بالا میزنم و آشتی جون میدم. نه جونم، قهر نیستیم. بیا مامان دیگه بیا. ما که آخه با هم قهر نیستیم که. آره بابا، ما قهر نیستیم. اگه قهر نیستین همدیگه رو ماچ کنین تا من خیالم راحت شه. چی میگی پس؟ خوب نی؟ نه علی جون، تو به این کارا کار نداشته باش. راست میگه مامانت، راست میگه بابا جون، به کار بزرگترها دخالت نکن. راستی بگو اینم، حال خودت چطوره؟ ببین بابا جون، من کلا سرم نمیره. تو مامانم ماچ کن تا حال من خوب بشه. پسر جون، آخه من کی جلو کسی مامانتو ماش کردم که حال دفعه دومم باشه؟ مگه من غریبم بابا جون؟ امان از دست این بچه های امروز این تخم ترک های جنگ هم. خیلی خوب، الان منو به برادری قبول کن. جای خواهرم بود. آخ جون، زنده بود بابا، زنده بود بابا. خیلی خوب، حالا خیالت راحت شد. آره بابا جون، نیست. پس برو بازی کن، بذار من و مامان چند کلام با هم جواب بزنیم. چشم باشیم، چشم. برو جونم. خب، که اومدی؟ آره. بینم چطور شد که رأیت عوض شد؟ والا چی بگم؟ به خودم گفتم اگه میخوای گره از کارت وا بشه، گره ای از کار گرفتاری وا کن. این شد که بلند شدم و چادرم رو سر کردم و راه افتادم. خب اگه اعتقادت اینه، پس خیالت راحت باشه که به زودی گره کارت وا میشه. یعنی من خودم این کارو میکنم. حالا تعریف کنم گرفتاری چیه. خونش تشنه است. بری جا برداز باری چی بگیم؟ حلال زاده هم هست. یا برداز باری چی اومده دوزنه درشگی چی اومده. بفرم احمد خان، باشو پس تخت حسین مخواست خواهد کن. بفرمایم، خیلی خوش اومدین. خوش یا ناخوش، فعلا که اومدم واسه مچگیری. بگو ببینم چرا تو ماشین نامزد پریقا شاه گذاشتی؟ من خواهد چرا میخوای واسه من در سر درست کنی؟ من قاچاق تو ماشینه هیچ گی نذاشتم. لا خودت یا جیر خورات چه فرقی میکنه؟ زیر سر تو که بوده؟ نه والا، نه بلا، خلاف به عرضتون رسوندن احمد خان. بفرمایم بشین دوتا اسکان دعوا با هم بزنیم. ما نه با باشکورا عرق میکنیم، نه با آدم هایی که از پشت کنجر میکنیم. چم لطفی نکنین همت خان، ما مخلص شماییم. ببین همت خان، پری ارزش این حرفا رو نداره که من شما واسه خاطرش با هم در بیفتیم. پری هم مثل یک کسی آشخالا. نگاهشون کن. مامان، لیاقتشو دارن که شما سنگشو به سینه بزنید. ولی من در عوض میتونم به شما کلی خدمت کنم. من دارم دنبال مدرک میگردم که ثابت کنم تو قاچاق تو ماشین منصور گذاشتی. حالی چود؟ اومده بودی همینو بگی. زود مشت خودتو وا کردی. اگه آدم زرنگی بودی نه دست باشه میشدی نه هندونه زیر بغلم میذاشتی. بازم منتظرم باش تا به موقعش با اردنگ بنسم تو اولاق دونی. مامان، بابا ماسه خیال چه شد؟ ابرام. بله. هوای باخشه رو داشته باش تا من برم کارخونه سنگوری یا سری به خلیل خان بزنم و برگرم. برو خاطر جمع باشه. حالم، حالم. بله خلیل خان. بیا تو دفتر، کارت دارم. بله نه اومدم خلیل خان. سلام علیکم قاسم آقا. سلام. چه فرمایشی دارین خلیل خان؟ ببین یه کاری پیش اومده که باز تو انجام بدی، در مقابلش مزد خوبی میگیری، میفهمی؟ البته ظاهرش خیلی پردردسره، اما ما هوا تو داریم. ما نمک پرورده شما هستیم قاسم آقا، جونمونم بخواین میدیم. ما میخواییم تو با پای خودت بری دادسرا و بروز بدی تو قاچاق تو ماشین منصور گذاشتی. قاسم آقا، یعنی با پای خودم برم زیر چوبه دار؟ قاچاق تریاک حکم اعدام داره. تو که الان گفتی جونمو بخواین میدم. یعنی راست راستی برم حلقه تناب داره بندازم داره گردنم؟ تو چرا از مرحله پرتی پسر جون؟ اون کسی که مأمور حمله قاچاقه جرمش سنگین نیست، صاحب اصلی قاچاق جرمش سنگینه. صاحبش که شما بودین. درسته، ولی تو بازپرسی باز بگی همت خان گاراژدار تریاک قاچاق به من داد تا بذارم تو ماشین منصور خان. همت خان؟ اصل موضوع همینه، ما میخواییم همت رو بندازیم تو هچه. خیالت هم تخت باشه، ما هوا تو داریم. برید اونجا. سلام قربان. بفرمایید بشینید.
شما این شخص رو میشناسید؟ نه آقای بازپرس، نمیشناسمش. این کیه؟ این شخص به ما مراجعه کرده و مطالبی رو ابراز میکنه که آزادی شما رو تضمین میکنه. حرفاتو بزن ببینم. من از کاری که کردم شرمندم. منصور خان، منو ببخشین. من ندونسته و نشناخته به شما بد کردم. ولی قسم میخورم که هیچ تقصیری نداشتم. منو اخفال کردم. کی اخفالت کرد؟ چه عملی انجام دادی؟ منو همت خان اخفال کرد. همت خان گاراژدار. همت؟ همت کیا؟ لطفاً شما ساکت باشید آقا. تا ازتون سوالی نشده حرفی نزنید. بسیار خوب، شما ادامه بدین. ماجراش مفصله قربان. پری قبل از اینکه شوهر کنه و پاشت باغچه باز بشه، با همت سر و سری داشت. از اون یه بچه تو دلش داشت. بعدن که پری شوهر کرد، شوهرش فهمید که زنش آبستنه، طلاقش داد. آقای بازپرس، باور کنین که دروغ نمیگم. باور کنین. این دروغه. آخه پری بچه دار نمیشد. با توجه به اعترافات غلام و تحقیقات پلیس، منصور از هر گونه اتهام مبراست. با همت خان. بابام خونه نیست. تو بچه‌شی؟ بله آقا، من بچه‌شم. شما کی هستی؟ کی علی؟ با بابام کار دارن مامان. کی؟ منصور خان. سالی چه؟ منو رنگ میکنه ها؟ نه نیمیست نه سب کنیم سب کنیم بذارید حرف بزنم. منصور خان به مردونگیت قسم هیچ خطایی از من سر نزده. اگه کسی چیزی بهت گفته دروغ گفته که در حق من دشمنی کنه. بذار من حرف رو بزنم. منصور خان تو آخر آدم نیستی که کسی بخواد در حق دشمنی کنه. تو اینقدر کسیفی که روی گندت عالم رو برداشته. من خیلی خوش باور بودم که خیال میکردم درست شدنی هستی. تو رو چه به عروسی کردن و خونه داری؟ فقط به درد همون کسافت خونه میخوری و مرزه یه عرض مرد و نامرد. برو خدا رو شکر کن که تو قابل نیستی به جرم خیانت بکشم تو. داغ اون همت نامرد رو به دلت بذارم که تا اون داری جگرت بسیزه و آتیش بگیری. برو گم شد با سفرات. نرو نرو منصور خان، صبر کن. نرو تو رو با خدا صبر کن. صبر کن عشان عوضی نمی دمغنه. بله خواه. تو هم خالی میری بندر عباس از اونجا سرویس میکنی و پر بر میگردی. بله بجون ببینم چی کار میکنی. ره این قدیم میس میس نکن کله که بکندی خانه خراب زود. تمام برنامه رو بینویسم. چی با مرده ای تنبل. ببینم هشتی چه فرمایشی داری حضرت آقا؟ همت کجاست؟ تشریف ندارن، توی جیب بنده. کجاست؟ میگم تشریف ندارن، شما چی کارش داری؟ با خودش کار دارم. والا بنده اینجا شریک الملک ایشانه، مگر کاری هست با من بگو تا برای شما اینجا. نمیخواد برام کار بکنی، پرسیدم همت کجا رفته؟ چش قربان، حالا که سنبه جناب علی پرزوره با چشم همت خان رفته انبار خلیل خان. انبار خلیل خان کجاست؟ توی کله بنده دروازه کاشند آجن. خب اینو از اول میگفتی نفله؟ آخه از اول جناب علی یقه بنده رو نچسبیده بودی که قربان. اگر میدانستم از اول یقه من میگیری باشی من میگفتم. بله دخلا فوکل من بیهترانه میگفت. ره نمارد یقه من میگیری حالا؟ تاکسی، تاکسی نیارده هم. گل آقا. سلام گل آقا. سلام بروی ماهت پری خانم، چه عجب از این ور ها. چیزی همت کجاست؟ ولی رفته دنبال کار نامزد جناب علی. آخه بعد از پرسجو معلوم شد غچاقی را که در ماشین نامزد سرکار پیدا شد از ناحیه خلیل ذلیل شده بود. این بود که این برق رفت انبار خلیل خان. خب انبار خلیل کجاست؟ دروازه کاشان. خیلی عوضی نری خانم جان. من نمیفهمم این روز اینجا چه خبره. همه با همت کار دارن.
همت خان کجاست؟ سلام عرض کردم قربان. مگه نشنیدی گفتم همت خان کجاست؟ والا سر قبر پدر بنده قربان. آخه من نمیفهمم اینجا گراج دارم یا سیگرتگر آیه همت خانم. نمیدانم جان شما. یعنی چه؟ کجا رفتیم؟ به پچره نمیاد این خلیل خانه تو؟ هر جا باشن کم کم پیداشون میشه. بله خدا کنه زودتر یا خودش بیاد یا خبرش بیاد. انگار دعاتون مستجاب شد، اونها اومد. این که خلیل نی پیر من نمیدونم، منم تازه میبینمش. چه فرمایشی داری؟ من دنبال یه نامردی به اسم همت میگشتم، نشونی نامرد عوضی بهت دادم، بهتره تو آینه پیداش کنی. اما اگه بخوای همت خانو پیداش کنی الان روبروت وایستده. تو؟ میارم تو این چویت بمیری. در چی کار میکنی؟ من همت دادم بروشونه پیش از این که دست روت بلند کنم جلا میخواد بفهمم چه هیزم تری بهت فروختم. هرچی نفهمیده از دنیا باری سنگین تری. چی هستی؟ آقایم دست دیدم دسته کم واسم بگو کی هستی از من چی میخوای تو حرف بزن؟ میخوام خونه تو بریزم دیگه بی سر از این چی میخوای بدونی؟ امت مولا تاله هیچی نتونست دست رو با بلند کنه. نکشتم. نه آی خدا جونا، نه تو بس اینکه بچت بی مادر نباشه اونو کشتی و داغشو به دلم گذاشتی. نه من اونو نکشتم، من آدم کش نیستم، من اصلا اینه نمیشناسم. خودش مجبورم کرد باش گلاویز بشم. بفرمین قربان، هر دوشون اونجا دارن هم دیگر پاره پاره میکنن. کجا؟ کجا در میری قاتل؟ Thank you.
فری چی کار میکنی؟ پرسیدم داری چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ دارم خرت و پرتم رو جمع میکنم. واسه چی؟ اصول دین نپرس، من حالا حوصله سوال جواب ندارم. میخوای از پیش ما بری؟ تو اون بابای آدم کشت اگه دیگه پشت گردنتون رو دیدین منم میبینیم. نه ماما جون، تو رو خدا نرو، نمیذارم بری. دست از سرم بردار، راحتم بذار. ماما جون به خدا نمیذارم بری، به جون خودت نمیذارم که از پیش ما بری. برو از سر رام کنار. نه ماما جون، هر کاری بکنی فایده نداره، باید همینجا پیش من بمونی. بلم کن بچه، اینجوری مثل کنه به من نچسب. مامان چرا خدا به من رحم کن؟ مگه بابات به من رحم کرد؟ من که نمیتونم بابام چی کارت کرده، ولی اگه بری من خودم رو میکشم. علی، بازم شروع کردی؟ گریه نکن. کجا؟ کجا تشریف میبری؟ من مامانم میخوایم از اینجا بریم. با مامانت؟ امو جان، اگر با بابات بری خیلی بهتره ها. بابات پیغام فرستاده فردا صبح تو رو ببرم سر پول برای تو غاغالیلی بخره. پس چرا نمیاد خانه خرا؟ گل آقا، جان دل گل آقا، بابام بهت نگفت که میاد؟ والا خواب سبوک بابای تو 30 ساله. پس چرا نیومد؟ و او آمد. این که ماشین بابام نیست، ماشین پولیسه. ماشین پولیسه؟ مامانم همه پولیس هست. مامان تو ده برای چی آمده ها؟ مامان جون سلام علی جون. شما دو نفر بیاد اینجا. دیدی به قولم وفا کردم و اومدم. شما از اون بر، شما هم از اون. واسه اینکه یه قاتل رو دستگیر کنم. اینجا؟ آره، همینجا. اخ جون، اگه بدونی من چقدر دلم میخواست یه قاتل رو ببینم. زوغ زده نشو علی جان. اون قاتلی رو که قرار در دم بیفتد بابا یه بدبخت جناب علیه. چی؟ آخه زن، این چه کاری بود تو کردی ها؟ پس انتظار داشتی بذارم خونه منصور پامال بشه؟ آخه اون که قاتل نیست، قاتلش کسی دیگر است جان من. شما اونجا موضوع بگیرید، شما هم اون طرف. بله بابا. حواستون جمع کنید. نه بابای من قاتل نیست. شما بچه رو پیش خودتون نگه دارید. چشم، بریم علی. بریم کنید. بابای من قاتل نیست. اما شما. بله قربان. بندی؟ بندی بی تقصیر. شما باید کاملا رفتارتون طبیعی باشه. چش قربان، افزی گرفتین به خودم. من قاتل نیستم، من اصلا قاتلم نیستم به خوده. بسیار خوب، همینجا وایسی تا قاتل بیاد. چشم. اینو بدون اگه خلافی بکنی هم به جرم کمک به فرار قاتل تو درد سر میفتی و هم باعث میشی که مامورین تیر اندازی کنن. متوجه شدی؟ بله. نه چی شما رو با مرگ بچه های شما بگو به طرف من تیر اندازی نکنن. من جان منه، از تو چشمه من بیشتر دوست دارم با مرگ شما. دیگه سفارش نمی کنم، مواظب خودت باش. چشم. خیال بیاری جان.
متوقف هستیم، مقاومت نکنید. بابا تو کجا رفت؟ بابا علی؟ علی جون، حالت خوبه علی؟ من باهات قهرم. واسه چی؟ چرا پلیس رو آوردی که بابامو بگیرن؟ از من نرنج. توی این دنیا هر کی کار بدی بکنه باید مجازات بشه، والا دنیا به هم میریزه. بابات آدم کشته بود. ولی من خاطر جمعم که بابام کسی رو نکشته. درسته که خیلی زور داره، ولی دلش نمیخواد که یه مورچم زیر پاش له بشه. سلام خوشگله. تو اینجا چی کار میکنی؟ لای در واز بود، به خودمون گفتیم خونه خودته، خونه غریبه که نیست. بفرمو تو قاسم خان. آوازی اومدی، اینجا تویله نیست. ده؟ ای تویله نی، پد تو اینجا چی کار میکنی؟ یالا گوره تو گم کن که حوصله یکی بدو ندارم. اصلا جون من چی میخوای؟ میخوام بدونم تو عقلت کجا رفته زن؟ کارو زندگی تو ول کردی اومدی از بچه مردم نگهداری میکنی؟ من بچه مردم نیستم، بچه خودشم. آره عربون ننست. خب تو میخوای چیکار کنی؟ به تو چه؟ مگه تو داروغی؟ بگی ملاجی تو. حروم زاده منو میزنی؟ میکشم. بهش دست نزن قاسم. مامان بهش کن. مامان چه مردم چی کار داری؟ دانشو به دل باباش نزنم. دلش دل کنم. زنگی باشی ناکه. مامان وایسا برو جک. قاسم وایسا سر جات. کجا داری میری؟ دست از سرش بردار بیا برو، والا هر چی دیدی از چش خودت دیدی. یعنی اینقدر به این بچه دلبستگی پیدا کردی که حاضری واسه خاطرش آدم بکشی؟ اگه باور نمی کنی امتحان کن. چرا حالا امتحان کنم؟ دندون رو جگر میذارم تا شب. اگه سر شب اومدی باغچه دل دادی به کارت که هیچی، اما اگه نیومدی شب نصف شب بی سر صدا میام داغ بچه رو به دلت میذارم. توف بروت. رفتش؟ بیا آقا جان، برنامه تو هم بسیره. را بیا ببینم. گل آقا. بله. یه دقیقه بیا اینجا بینم. چی شده؟ آقا یه قطع سه بار بکن بیسی هر سال. چی شده؟ دستم به دامنت گل آقا. همین حالا باید علیو سوار کنی ببری عراق، بسپری دست آقا بزرگیش رو برگردی. جریان چیه؟ برای چی؟ اینجا جونش در خطره. چی شده؟ بابا اینقدر چی میکن؟ فقط اینو بدون که اگه تو این شهر باشه داغش به دلمون میمونه. ای امان بده من بابا جا بیم با چیه کلک. آخو من این گرسه بیساب شده دست کی بسپرم؟ خیلی خوب برو، تا دیر نشده برو. خیلی خوب خیلی. آقا من با تو میم تا عراق آقا جان. نگهد. بیا بالا گل آقا، قدمت رو چه؟ نگهد. میگردم چه خاکی با سر من میشدیم واسه تو. نمیای با ما بری؟ بیا دیگه. علی جون، مگه تو را به من قول ندادی که عاقل باشی و حرفمو گوش کنی؟ مامان، مامان جونم، نکنی دوباره بری و باید با ما بیای. مامان، مامان تو هم بیا. بیا تو آقا جان، تو برو من اینو میبرم. برو مامان جون، تو خودت تو هم بیا. ننه شهین، قاسم کجاست؟ بالا تو اتاقشه. ابرام. بله قاسم آقا. ببینم بابا، آدمی، حیوانی، انسانی، جانوری، یکی بیاد ما را از این غول زنجیر نجات بده. دقیقه یکی به دماغ ما بگیره. اینه بابا، ما از اون شیر پاک خورده هاست. ناغافل وسط بر بیامون جلوی کامیون سب شد و برشون گردود آورده اینجا. خب حالا چی میگی پری خانم؟ توف بروت میاد. بلام کن. ابرام خان خود داری با مهمونات. علی جون برش دماغ ما نبگیر. دماغت میخاره. آره نامرد، اون نوکش چیزی یه جایی من فرو میده. اجا دیفا در مادر حیوانی اصا میخواست دماغت نداره. آقا جان اگه میخوایی بکشی اول منو بکش. من کار دارم، باید برم دنبال کار زیادی من. بسندی بسندی خانه خرم. دست نگه دار، خواهش میکنم. زدی؟ خیلی خوب قاسم، تو بردی اونا رو آزاد کن برن تا من برگردم سر کارم. بازشون کن.
نامرزو داشته سفال منو باز کن، میخوام یکی تو ملجت بزنم. خب بعدش چی شد؟ هیچی دی قربان، پری رفت روی تخت هوز، حالا میرخس و کی برخس. دست من علی رم باز کردن، گفتم خوش آمدی که خوش آمدی. علی حالش چطوره؟ از همیشه بدتر، تا به حال مادر نداشت، حالا دی پدرم ندارد، بدبختی بیچاره دیبلک. طفل معصوم. خوب حواس جمع کن ببین چی میگم. بفرمان. فردی که من از اینجا میبرن دو اتصرا، به هر قیمتی که شده میام خونه یه فکری واسه علی میکنم. میخوای فرار بکنی؟ تو به خیر و شرش چی کار داری؟ فقط یه ماشین واسم حاضر کن، بذار سر سرای مدیر، دیگه کاریت نباشه. با چش، با چش. کجا میبریش؟ داد سرا. امضا کنی سرا. جوانان قرمز رنگ از اینجا به تو اینجا چی کار میکنی علی؟ دلم باشتن یه ذره شده واسه ببینم. بابا جی قربون قد و بالات برم، داشتم میومدم خونه دنبالت که ببرمت عراق پیش آقا بزرگ تو، بعد خودم برگردم. پس بریم مامانم سوار کنیم با خودمون ببریم عراق. فراموش کن بابا جون. چرا؟ اون مادر تو نیست. باز که برگشتیم سر خونه اول. چه دروغ به من میگی؟ چرا میخوای مامانم از من جدا کنی؟ بس دیگه، من کی به تو دروغ گفتم حالا دفعه دوم باشه؟ وقتی میگم مادر تو نیست، مطمئن باش که نیست. پس منم نمیام عراق. میخوام همینجا پیش مامانم بمونم. آخه من دست تو چیکار کنم بچه؟ مامانم آشتی کن. اگه مامان تو حاضر نشه مامان آشتی کنه چی؟ وقتی پای من وسط باشه آشتی میکنه. باش خیلی خوب، پس محکم بشیم خواب پرواز کنم. رفتان دانده آقا به مورد سیجاب سرما تحویل بکرین، این قاچاقچی اونم قاتل. جفته اینا جرمای خودشونو بی گردن ما انداخته بودن، این یکی مغر اومده همه چی رو گفت، دیگه مغر آوردن اون یکی با شما. خیالت کاملا راحت باشه، بیگناهی تو مدت هاست که به ما ثابت شده بود، اما تصمیم گرفتیم که به وسیله تو هم این لانه فساد رو کشف کنیم و هم این مرد تبهکار رو بشناسیم که از مدت ها قبل یه شبکه قاچاق مواد مخدر دایر کرده بود. به همین دلیل به جای این که آزادت کنیم، وسایل فرار رو در اختیارت گذاشتیم. در اختیارم گذاشتی؟ پس چی خیال کردی؟ بابا جون تو اومدی اینجا چی کار؟ مگه نگفتم تو ماشین بمون؟ وقتی دیدم پلیس اومدن فهمیدم که باز میخوان تو رو بگیرن، اومدم کمکت کنم. ولی بابات دیگه به کمک تو احتیاجی نداره، اون آزاده. برم کن بابا. سرزد بچه بلاش کن. بلاش کن جلو نیا ویلو میکشمش. جام سربان به مامورین دستور بده که کاری به کار من نداشته باشن، بذارن از اینجا برم. ویلو این چاق رو تا دسته تو جلوی این بچه فرو میکنم. جام سربان یه کاری بکن، بذارید بره. این رو بره. بابا جون این قهرمانا بیا من نجات بده. بابا بیا صورت نشون بده. Come on, come on! It's a normal!
بچه بیکرده ماشین رو نمو جام آی بابا دارم میافتم بچه هست میتونی فرار کنی؟ بلند شو قاتل ببرینش همت خان از همکاریتون با پلیس متشکرم وظیفه من بود موفق باشید کار خودتو کردی ها باشه ما هم کار خودمونو میکنیم